در این فصل قرار هستش که ما در رابطه با مدیریت سافت‌ویر تو لینوکس صحبت کنیم. یکی از ابزارهای خیلی رایج توی سیستم عامل لینوکس برای توزیع رد هت بیسد ابزار یام هست که یام مخفف یلو داگ آپدیت منیجر هست که این ابزار برای این طراحی شده که شما بتونید به یک سری از انباره ها یا یک سری وب سرور هایی که پکیج های مختلف لینوکس رو اونجا نگهداری میکنن بتونید متصل بشید و بتونید از اونها پکیج دانلود بکنید یا پکیجتون رو آپدیت بکنید. حالا این ریپوزیتوری ها میتونن روی اینترنت باشن، میتونن روی شبکه داخلی شرکتتون یا سازمانتون باشن، یا اینکه به صورت لوکال مثلا شما بخواید از آیسو لینوکستون مثلا استفاده بکنید برای اینکه به صورت آفلاین بتونید پکیجی که مد نظر دارید رو نصب بکنید. ریپوزیتوری ها معمولا تحت قالب فایل های با پسوند .repo معرفی میشن که توی شاخه /etc/yum.repos.d هست که اونجا فایل هایی رو با فرمت یا با پسوند .repo میبینید که اون فایل ها شامل یک سری محتویاتی تحت قالب INI هستن که حالا اون فایل رو اگر باز بکنید یک لیبلی رو میبینید که اون لیبل عملا به عنوان شناسه اون ریپوزیتوری استفاده میشه. آپشن نیم رو دارید که به عنوان اسم اون ریپوزیتوری هست. میرور لیست رو دارید که به عنوان یک آدرس سروریه که ما از اون استفاده میکنیم برای اینکه وصل بشیم بهش و میرور لیست آی پی ما رو مثلا بررسی بکنه و ببینه که با توجه به آی پی که ما داریم نزدیکترین ریپوزیتوری سروری که میتونه وجود داشته باشه که ما به اون متصل بشیم که بتونیم با سرعت بالا ازش دانلود بکنیم کجا هست که میرور لیست برای ما این کار انجام میده. بیس یو آر ال همونطور که از اسمش هم مشخصه یک آدرس پایه HTTP یا حالا FTP یا یه آدرس فایل لوکالیه که اونجا میشه پکیج های RPM که همون پکیج هایی هستن که روی توزیع های Red Hat Based بستا تحت این قالب دریافت میشن رو میتونیم از رو دریافت کنیم و بستا همون رو نصب کنیم. GPG Check یک مکانیزم بررسی اینتگریتی پکیج که وقتی که شما حالا دارید یه پکیج رو نصب میکنید از طریق اینترنت دارید فرضاً دانلودش میکنید این مطلب بررسی بشه که اون بسته تو طول مسیر مثلا دستکاری نشده باشه، یه کد مخربی توش قرار نگرفته باشه که یه مقدار 0 و 1 داره که اگر GPG چک رو شما 1 قرار بدین نیاز هست که بهش یه GPG کی هم معرفی بکنید. توی پایین تر که اونجا از طریق کلید GPG این بررسی اتفاق میفته که مبادا یه وقت اون کد توی اون مسیری که حالا داره دریافت میشه یه وقت تغییراتی توش اعمال شده باشه که باعث بشه که اینتگریتی اون بسته به هم خورده باشه. خب ما سراغ سرور لینوکسمون میریم تا یه بار این بسته ها رو بررسی کنیم. خب من به شاخه etc/yum.repository.d میرم، اینجا یه ll میزنم، میبینه که ما یه سری فایل ها با پسوند repo داریم. مثلا من فایل centos-base.repo رو باز میکنم. شما اینجا میبینید که من یک چندین ریپوزیتوری دارم اینجا که برام تعریف شده. یه دونش بیسته با اسم نیم CentOS، حالا ریلیز ورژن که همون عدد 7 هست، -base میرور لیست اینجا معرفی شده از طریق URL mirrorlist.centos.org. این پارامتر از جمله اینکه ورژن CentOS من چی هست، آرکیتکچر من چیه، چه ریپوزیتوری رو دارم استفاده میکنم، از چه اینفراستراکچری هستم، میاد بررسی میکنه که کدوم ریپوزیتوری به من نزدیک ترینه و من رو به اون سمت
معرفی میکنه. جی پی جی چک رو میخوام چک بکنم، کلیدم توی این مسیر قرار داره که بر اساس اون پکیج هایی که از ریپوزیتوری سنتوس بیس دریافت میشن و این جی پی جی گی چک میشن، برای اینکه مطمئن بشیم که اون کد ها کد های امنی هستن. ریپوزیتوری آپدیتس به همین صورت، ریپوزیتوری اکستراز به همین صورت. یه نکته دیگه ای هم بگم اینه که در کنار این ریپوزیتوری ها یک کانفیگ اینیبلدی هم وجود داره که پیش فرض اینا یک هست. اگر صفر باشه به معنیه که این ریپوزیتوری دیسیبل و وقتی که شما از کامند یام استفاده میکنید این ریپوزیتوری عملا استفاده نمیشه. ریپوزیتوری دیگه ای هم وجود دارن که حالا میتونیم دونه دونه اینها رو باز بکنیم و ببینیم که هر کدوم به چه صورت تعریف شده. خب ریپوزیتوری ایپل رو میبینید، آدرس ریپوزیتوری معرفی شده و همینطور اینیبلش یکه، باقی ریپوزیتوریاش هم همینطور که میبینید دیسیبل هستن. یه ریپوزیتوری دیگه ای هم داریم به اسم CentOS میدیا که این به صورت پیش‌فرض دیسیبله و معمولا از این ریپوزیتوری استفاده میشه که به صورت لوکال شما از ISO CentOS خودتون استفاده بکنید برای اینکه بتونید پکیج هایی که توی ISO لینوکستون هست یا توی سی درامتون هست به صورت آفلاین اون رو نصب بکنید. تنها کاری که نیاز هست انجام بدید اینه که سی دی رام یا آیسوتون رو توی یکی از شاخه های استش میدیا سنتو سی دی رام یا سی دی رکوردر مانتش بکنید که بتونه از روی این پد لود بشه و بتونه پکیج های آر پی ام رو از روی اون شاخه استخراج بکنه و بتونه پکیج ها رو براتون نصب یا آپدیت بکنه. خب بعد از اینکه ریپوزیتوریاتون رو به لینوکستون معرفی کردین میتونین به واسطه کامند یام به ریپوزیتوریاتون دسترسی داشته باشید. کامند هایی که یا آپشن هایی که رایجن ما به واسطه کامند یام اونها رو اجرا میکنیم، کامند سرچ هست که ما از طریق کامند سرچ عمدتاً دنبال یه پکیج خاصی میگردیم، یه اسمی ازش رو تو ذهن داریم و دوست داریم که اسم اون پکیج رو پیدا کنیم که بتونیم به واسطه اون اسم پکیج بسته این مد نظرمون رو نصب بکنیم. آپشن provides رو داریم یا what provides که ممکنه که ما بخوایم یک بسته رو نصب بکنیم و عمدتا اون بسته به اسم اون کامندی که ما مد نظرمون هست نباشه. مثلا فرض بکنید اگر شما بخواید if config رو نصب بکنید، اگر بزنید yum install if config به شما پیغامی که میده میگه که من بسته if config رو پیدا نمی کنم. شما میتونید از طریق کامند yum what provides مثلا star slash if config پرسجو بکنید ببینید که کدوم یکی از پکیج هایی که روی ریپوزیتوری ها وجود دارن برای شما کامند if config رو فراهم میکنن که به شما پیشنهاد میده که فرضاً از پکیج net dash tools استفاده بکنید که بتونید کامند if config رو داشته باشید. آپشن بعدی که وجود داره آپشن infoه که شما میتونید قبل از اینکه یه پکیج رو نصب بکنید از طریق آپشن info اطلاعات اون پکیج رو پرسجو بکنید، بهتون بگیم پکیج چی هست، برای چه کاریه، سه توضیحات رو بهتون بده، دیولوپرش رو معرفی بکنه، سایت ساپورتش رو بهتون بگه و اینکه چه ورژنی الان روی سایت وجود داره و یه سری اطلاعات این شکلی رو میتونید از طریق آپشن اینفو داشته باشید. آپشن اینستال هم که از اسمش پیداست چه کاری قرار بکنه، شما میگید یام اینستال اسم پکیجتون براتون اون پکیج رو از اینترنت دانلود میکنه، حالا یا بسته به اینکه ریپوزیتوریتون کجا هست از اون محل دریافت میکنه و براتون نصبش میکنه. یام ریموف هم واضحه، برای ریموف کردن یا پاک کردن پکیج استفاده میشه. یام لیست برای شما دوتا آپشن داره، آل و اینستال، که بهتون میتونه لیست پکیج هایی که توی اون ریپوزیتوری هست یا اینکه لیست پکیج هایی که از اون ریپوزیتوری شما نصب کردید رو بهتون نشون میده. یام گروپ لیست به شما لیست گروهی پکیج ها رو نشون میده، بعضی از این پکیج ها به صورت گروهی هست. مثلا فرض بکنید شما میخواید مجموعه ابزار دیولپمنت رو نصب بکنید، مثلا میزنید یام گروپ اینستال داخل کوتیشن دیولپمنت فاصله تولز که برای شما مجموعه ای از ابزارهای تا
توسعه رو از جمله انواع کامپایلر ها، انواع اینترپریتر ها، انواع IDE هایی که حالا ممکنه تو طول دیولوب نیاز داشته باشین، انواع اسکریپت هایی که نیازی که تو هنگام کامپایل مثلا اتو کانف مثلا میک، ابزارهای این شکلی رو براتون نصب میکنه. آپشن آپدیت هم که واضحه براتون، یه پکیج یا اگر حالا اسم پکیج رو قید نکنیم پکیج هایی که براش آپدیت اومده باشه رو آپدیت میکنه. کلین آل هم اطلاعاتی رو که در رابطه با بسته ها و ورژنینگ و اصولا متا دیتایی که در مورد ریپوزیتوری ها دانلود کرد از قبل رو براتون پاک میکنه. به سراغ سرور لینوکس رو میبینیم که این کامند ها رو بررسی بکنیم. به عنوان مثال من میام از طریق آپشن سرچ میخوام بررسی بکنم که ببینم که من به واسطه آیا من چیزی به اسم بسته انجینکس وجود داره روی ریپوزیتوری که بتونم نصبش بکنم، که میبینید که بله مجموعی از پکیج های مرتبط با انجینکس رو پیدا کرده، که مثلا مد نظر من چیزی که بوده یک های پرفورمنس وب سرور بوده که بشه ازش به عنوان ریورس پروکسی هم استفاده کرد، که میبینم که اینجا بسته nginx.x86-64 وجود داره که من میتونم به واسطه کامند yum install nginx یا بهتر بگم همین اسم این پکیج رو نصب بکنم. خب یا مثلا به واسطه کامند yum info بیام اطلاعاتی رو در مورد این پکیج دریافت بکنم. همینطور که میبینید اطلاعاتی رو در مورد پکیج، در مورد آرکیتکچرش، ایپاچش، ورژنش، ریلیزش، سایزش چقدر هست، از کدوم ریپوزیتوری داره لود میشه، سامری اطلاعاتش، سایت ساپورتش، لایسنسش تحت چه قالبی هست و یه توضیحی در مورد این پکیج رو من میتونم به واسطه آپشن اینفو داشته باشم. یا فرضاً میخوام بدونم که چه پکیجی مثلا تولز PS3 رو برای ما فراهم کنه، من میزنم yum what provides، حالا هر جایی که این بسته نصب بشه، این بسته وقتی نصب بشه هر جایی که کامند PS3 توش بتونه قرار بگیره توی این فضای FSH ما، برای من لیست اون پکیج هایی که میتونه این کامند رو فراهم بکنه به من گزارش بده. خب الان میبینید که ابزار yum در حال دانلود متادیتا از ریپوزیتوری بیس هست، منتظره که متادیتا رو دانلود بکنه و از داخل اون سرچ بکنه و بعد در نهایت به من اسم اون پکیج رو که من باید نصب بکنم که بتونم PST رو داشته باشم به هم معرفی کنه. خب همینطور که میبینید برای من سرچ کرد و به من گفتش که برای اینکه کامند PS3 رو داشته باشی میتونی بسته PS miscellaneous رو نصب کنیم که ورژن هایی که برای من پیدا کرده یکی ورژن 22.20.15 هست و یکی هم ورژن 22.20.11 که این ورژن جدیدتریه. من میتونم بسته یام اینستال این بسته رو نصب بکنم که بتونم کامند PS3 رو داشته باشم. به واسطه کامند یام ریپو لیست من میتونم لیست ریپوزیتوری هایی که الان فعال هستن و من میتونم از اونها استفاده بکنم رو داشته باشم، به انضمام این که توی هر کدوم از این ریپوزیتوری ها چه تعداد پکیج وجود داره. حالا اگه مثلا من یام لیست بزنم میتونم ببینم که چه پکیج هایی مجموعاً توی این ریپوزیتوری هایی که
اینجا من معرفی کردم وجود داره، که حالا خب یه لیست خیلی طولانی هست، حالا میتونید برید. و احیانا اگر بخوام دوست داشته باشم سرچ بکنم توش، میتونم مثلا با پایپ گرپ اگه دنبال یک همه کلیدی خاصی به اسم پکیج ها باشم استفاده بکنم و اون رو پیدا کنم. واسطه کانال یام اپدیت هم میتونم یه چکی بکنم ببینم که روی پکیج های موجود که من الان دارم چه اپدیتی اومده، به من یه گزارش بده و اگر من اونجا کانفرم بکنم این مطلب رو، یا میره برای آپدیت کردن دونه دونه اون پکیج هایی که به من نشون داد. الان همونطور که میبینید این تعداد پکیج آپدیت براشون اومده، نزدیک 11 پکیج هستن که نصب میشن با این آپدیت و 200 پکیج هم که آپگرید میشن. مجموعاً آپدیت این همه پکیج برای من 256 مگابایت نیاز به انتقال ترافیک داره که من میگم نو و نمیخوام این بسته رو آپدیت کنم. مطلبی که وجود داره اینه که شما توی لینوکس وقتی میخواید درخواست آپدیت بدین حتما باید دلیل داشته باشین، یعنی بدونید که برای چی میخواین آپدیت بکنین، یعنی برید مثلا چنج لاگ رو بررسی بکنید ببینید که آیا واقعا لازم دارید واقعا آپدیت بکنید یا نه. اگر واقعا دلیل برای آپدیت ندارین شاید بهتر باشه که آپدیت نکنید، چون که این باعث میشه که استیبیلیتی سیستم عامل شما بهتر حفظ بشه. هم میتونیم یه نگاهی به منوال کانال یام هم بندازیم، آپشن هایی که وجود داره. مثلا کانال یام گروپ لیست رو داریم که میتونیم لیست گروه پکیج هایی که برای یام وجود داره رو ببینین و به واسطه یام گروپ اینستال بتونید اون پکیج ها رو نصب بکنید. برای مثال اگر بخوایم فرضاً روی لینوکستون گرافیک نصب بکنید، میتونید به واسطه یام گروپ اینستال گنوم دسکتاپ بیاید این لینوکسی که الان به صورت مینیمال نصب کردید رو تبدیلش بکنید به یک لینوکس گرافیک. مثلا با کامند یام گروپ اینستال گنوم دسکتاپ میتونید این کار رو انجام بدید. هم اگر بخواید شما همین الان لینوکس مینیمالتون رو تبدیل به یک لینوکس گرافیکال بکنید، نیاز دارید که 710 مگابایت بسته رو دانلود بکنید و نصب بکنید. من اگر کلید yes رو بزنم شروع میکنه به دونه دونه نصب کردن این 289 پکیج و بعد اونها دونه دونه اونها رو نصب میکنه و بعد من میام از طریق سیستم دی دیفالت تارگت خودم رو معرفی میکنم، از مالتی یوزر مود اون رو به گرافیکال انتقال میدم و بعد حالا یا با آیسولیت کردن یا با ریبوت کردن میخوام که از محیط شل به محیط گرافیکی سویچ بکنم. خب من این رو نو میزنم که این بسته ها شروع به نصب نکنه. خیلی قبل‌تر از این که ما ابزار یام رو داشته باشیم، آدمایی که با لینوکس اون موقع با توزیع رد هات بیس کار می‌کردن از این ابزار استفاده می‌کردن به اسم ابزار RPM. می‌دونید که کلاً پکیج منیجر توزیع رد هات RPM هست و یام خودش عملاً ابزاریه که روی بستر RPM سواره و یه سری داستان ها و یه سری مشکلاتی که RPM برای ما ایجاد میکرد رو یام اومده که برای ما برطرف بکنه، که مهمترین اونها
مطلبی هست به عنوان مطلب وابستگی بین بسته ها یا دیپندنسی، که اون تیکه پرچالش نصب کردن پکیج از طریق RPM بیشتر عملا درگیر این مطلب بود که شما باید میرفتین اگر میخواستین یه بسته رو نصب کنی یا RPM رو دانلود بکنی، تو حین نصب RPM مثلا شما خطا میداد میگفت که من نیاز به این دیپندنسی ها دارم، به این لایبرری ها وابسته هستم، این پکیج ها رو باید بیاری جداگانه نصب بکنی که بعد من بتونم ادامه کار بدم. بعد شما میرفتید مثلا اون RPM ها رو دانلود میکردید، بعد شروع سعی میکردید که نصبش بکنید، بعد میدیدید که دو مرتبه اون RPM ها هم همینطور به یه سری RPM های دیگه ای وابستگی دارن، همینطور این مسیر تکرار میشد. مثلا شما مجبور بودید مثلا برای یه سری بستایی که حالا سنگین بودن و خب فایلشون هم تعدادش زیاد بود، مثلا شاید 20 لایه مثلا وابستگی رو باید ریزالف میکردید تا بتونید مثلا بتونید اون بسته نهایی که مد نظرتون بود رو نصب بکنید. ولی خب ابزار یام وقتی که معرفی شد، خب توی ریپازیتوری ها اون RPM ها مشخصن که دیپندنسی هاشون به چه صورته، اون خودش به صورت هوشمند با توجه به ریپازیتوری هایی که شما براش تعریف کردید میره متا دیتا اونها رو دانلود میکنه، ورژنینگ اونها رو مطلع میشه، دیپندنسی های اونها رو پیدا میکنه، احیانا اگه پکیج ها با هم دیگه کانفلیکتی داشته باشن اونها رو حواسش بهش هست و موقعی که شما یام اینستال اسم پکیج رو میزنید اون خودش میره با توجه به متا دیتایی که از ریپوزیتوری های مختلف دانلود کرده اون درخت وابستگی رو پیمایش میکنه و با توجه به وابستگی هایی که وجود داره میاد دونه دونه اون بسته هایی که به عنوان برگ این درخت وابستگی هستن رو دونه دونه نصب میکنه و به سمت ریشه حرکت میکنه تا در نهایت بتونه بسته نهایی رو برای شما بدون اینکه شما رو درگیر این پیچیدگی ها بکنه انجام بده. حالا از اونجایی که ممکنه تو بعضی از شرایط ما نتونیم از ابزار یام استفاده بکنیم، دسترسی به اینترنت نداشته باشیم، به هر دلیلی نیاز باشه که یه RPM رو آفلاین نصب بکنیم، بد نیستش که ابزار RPM رو هم با هم یه مروری داشته باشیم. چه آپشن‌های رایجی داره و اونها رو بررسی بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. کامند RPM میتونه آپشن های مختلفی رو داشته باشه، مثلا QF، آپشن QF شما میتونید یک فایل رو بدین به برنامه RPM و ازش بخواید که اون بره بررسی بکنه که این فایل از طریق چه پکیجی نصب شده، که شما میتونید به واسطه آپشن -QF یک فایل رو بهش بدین و به شما گزارش بده که این فایل از طریق چه پکیجی نصب شده، یا فرضاً شما از طریق به واسطه RPM آپشن -QL یک پکیج رو بهش معرفی بکنید که از قبل نصب شده و به شما لیست فایل هایی که این پکیج برای شما نصب کرده رو گزارش بده که شما بتونید متوجه بشین که مثلا یه پکیج خاصی رو که نصب کردین چه تغییراتی از لحاظ فایل هایی که نصب شده روی سیستم عاملتون لحاظ شده. آپشن QI برای این هستش که شما کوئری بکنید اطلاعات یک پکیج رو، شبیه همون حالت یام اینفو رو داره که میتونید از طریق QI اطلاعات آفلاینی که روی دیتابیس RPM تون هست رو برای اطلاعات یک پکیج رو بررسی بکنید. RPM-QD برای شما لیست فایل های داکیومنتیشنی رو که تحت قالب نصب یک فایل RPM برای شما نصب شده رو بهتون نمایش میده که شما بدون اینکه اگر میخواییم مثلا دنبال داکیومنت های اون پکیج بگردیم باید توی چه فایلی دنبالش باشیم. آپشن QC به شما عملا کانفیگ فایل هایی رو که یک پکیجی اون رو براتون نصب میکنه رو نمایش میده. شما از طریق این آپشن میتونید بفهمید که کانفیگ فایل های مرتبط با این پکیج کجاست و کجا میتونید به سراغش برید تا بتونید کاستومایزیشن هایی که مد نظرتون هست رو روش اعمال بکنید. RPM-QA-Scripts به شما اسکریپت هایی که در خلال نصب یک پکیج اتفاق میافته و کاری که انجام میشه رو به شما نشون میده. RPM-QP همین گزارشات و همین کوئری هایی که بالاتر از این آپشن اومده رو براتون لیست میکنه و به شما گزارش میده، منتها با این تفاوت که QP توی ورودیش
از شما یک پکیج نصب شده نمیخواد، بلکه شما یک فایل RPM رو که روی فایل سیستمتون دارید بهش معرفی میکنید و همه اون گزارشات رو روی اون فایل RPM برای شما فراهم میکنه. RPM در QR به حرف بزرگ به شما دیپندنسی هایی که یک پکیج داره رو نشون میده که شما میتونید به واسطه این آپشن ببینید که برای نصب یک پکیج شما نیاز به چه دیپندنسی هایی دارید، احیانا کدوم یکی از RPM هایی که دیپندنت هستش روی سیستم شما موجوده و چه دیپندنسی هایی ریزالو نشده که شما نیاز هست بید از اینترنت خودتون دانلود بکنید و کنار اون فایل RPM تون قرار بدید تا بتونید اون بستای RPM رو نصب بکنید. RPM دش وی بزرگ برای این هستش که شما یک بسته خاصی یا یک پکیج خاصی رو مشخصا بهش بدید و اون برای شما چک بکنه که از زمان اینستالیشن این پکیج چه فایل هایی تغییر کردن، چه تیکایی از اون حالت استانداردی که اول نصب شدن تغییر کردن که شما از این طریق بتونید متوجه تغییراتی که روی پکیجی که نصب کردیم بشید. RPM-VA با وی بزرگ هم برای شما همین کار رو تمام پکیج هایی که از قبل نصب شده روی لینوکستون انجام میده که میتونید یه ریپورت خوبی داشته باشین که چه پکیج هایی بعد از نصب تغییر کردن. RPM-QA هم نهایتاً به شما نشون میده که چه بسته هایی کلن روی لینوکس شما نصب شده. به سراغ سرور لینوکس ما میریم که بتونیم بخشی از این کامند ها رو با هم تست بکنیم. من کامند RPM-QA رو اجرا میکنم. اینجا میبینیم که لیست پکیج هایی که نصب شده رو اینجا با هم میبینیم. به عنوان مثال من میخوام گرپ بکنم اون پکیج هایی که مرتبط با IP هستن. الان شما مثلا میبینید بسته IP رو 3 نصب شده، IP set نصب شده، عرضم به خدمتون که IP utils نصب شده، IP tables نصب شده و IPR utils و چیزهای مختلف مرتبط با IP که حالا فقط بر اساس کلمه کلیدی IP توی متن اون پکیج ها براتون سرچ کرده. مثلا من میتونم با آپشن RPM-QL مثلا IP route این آپشن رو بهش بدم و بپرسم که وقتی که این پکیج نصب شد عملا چه فایل هایی رو برای من نصب کرده، که اینجا دونه دونه برنامه ها و فایل هایی که توی مسیرهای مختلف قرار گرفتن رو به شما از طریق آپشن QL نشون بده. یا مثلا ممکنه من بخوام بدونم که وقتی IP route 3 نصب شده چه فایل داکیومنتیشنی برای من نصب شده، که همینطور که میبینین عمده این فایل ها فایل هایی هستن که توی شاخه USR share شاخه من قرار دارن که عملا اینها اطلاعاتی هستن که به عنوان منوال فایل هایی هستن که ما ازش استفاده میکنیم، که اینها باعث میشن که فرضاً اگر من بیان بزنم من IP-M address که برای حالا مالتی کستینگ توی IP route 3 استفاده میشه منوال پیجش برای من اویلیبل باشه که من از طریق آپشن QD میتونم به این مطلب برسم. از طریق آپشن QC من میتونم ببینم که چه کانفیگ فایل هایی برای من نصب شده، که عمدتا فایل هایی هستن که توی شاخه ETC قرار میگیرن که عمده این فایل ها فایل هایی هستن که فایل کانفیگی هستن با توجه به اینکه من کانفیگ فایل رو کوئری کردم که من میتونم این فایل ها رو بعدم بازش بکنم بسته به نیاز خودم اینها رو ادیت کنم. آپشن دیگه ای که وجود داره RPM QI هست مثلا، که من میتونم یه سری اطلاعات در مورد این بسته رو دریافت بکنم که از RPM دیتابیس لوکال من کوئری میکنه و این گزارش رو برای من آماده میکنه. و همینطور میتونیم مثلا از طرف آپشن QR بزرگ ببینیم که IP route 3 خودش به چه لایبرری هایی و چه چیزهایی دیپندنسی داره، که اینجا میبینید که دیپندنسی هایی که وجود داره برای IP route 3 bash هست، SH هست، لایبرری های libcso هست و لایبرری های مختلف که اینجا لیستش برای شما اومده. خب همینجا مباحثمون در رابطه با این فصل به پایان رسید، که ادامه فصل رو در ویدیوی بعدی خواهیم داشتیم.